تلویزیون کانال جدید در خدمت یکی دیگه از خانواده های دادخواه هستیم، رویا قیاسی. میخواییم گفتگویی داشته باشیم در این بخش با ایشون. رویا قیاسی، سلام میکنم به شما و در چشمان شما من احساس خیلی قوی میبینم. دوست دارم که توضیح بدید برای بینندگان این برنامه چه فردی از خانواده است رو از دست بدید و اون احساس قویی که در چشمان شما وجود داره مربوط به چه هست در این روز تاریخی، روزی که حمید نوری در دادگاهی در مرکز شهر استکهلم محاکمه میشه. با سلام به شما و تمام بینندگان و شنوندگان شما از همونجور که گفتیم، من رویا قیاسی، خواهر جان باخته کبرا قیاسی هستم که در دهه 60 دستگیر شد. سال 61 فروردین 61 دستگیر شد و دو ماه ما دنبال کبرا میگشتیم، نمیدونستیم کجاست و به هر جا مراجعه میکردیم انکار میکردن که پروی اوناست. بعد فهمید از دو ماه فهمیدیم که بازداشت شده و بردنش به زندان. بعد از دو ماه یک ملاقات کوتاه حضوری به ما دادن که کبرا رو اونجا دیدیم و بعد از اون به زندان دستگیر اصفهان انتقال داده شد و از اون به بعد دیگه پروسه‌ای که همه برای همه یکسان میده، ملاقات هایی میدادن ولی در عین حال بعضی مواقع بدون هیچ دلیلی قطع میشد، ما رو محروم میکردن. سفر کرده بودیم، اومده بودیم اینجا، ما رو برمیگردوندن خونه و برای مادرم که خب سنی ازش گذشته بود خیلی دردناک بود که بعد از دو هفته انتظار دیدن دخترش رو میکشید و با چشم گریون و بدون اینکه دخترش رو ببینه برمیگشت خونه. تو این فاصله که بگم ما دادگاهی دیدیم، پروسه قانونی داشت، وکیلی داشت، اینا همه هیچ کدوم وجود خارجی نداشته و بهش میخندیدن اصلا. بالاخره ما از خود کبرا شنیدیم که براش یک سال حکم بریدن، ولی گفتیم خب خوشحال بودیم که یک ساله و نمیکشن میشه. حدود 9 ماه گذشت و بعد از 9 ماه یک شبه کبرا رو از زندان بیرون کشیدن، به بازداشتگاه بردن و اومدن در خونه اطلاع دادن که ملاقات حضوری داریم. مادرم تعجب کرده بود که چطور ملاقات حضوری قرار نبوده، ولی اونا هم در اومده بودن به خنده گفته بودن حالا بد کاری کردیم بهتون ملاقات حضوری میدیم. مادرم رفته بود کبرا رو دیده بود، حالا طولانیه ولی به هر حال کبرا رو دیده بود و اومد خونه. چیزی که کبرا در این ملاقات گفته بود برای ما یه مقدار جای شک و شبهه هست. نمیدونیم که کبرا میدونست که در اعدام میشه یا نمیدونست، چون اطلاعاتی که کبرا داد این بود که ما رو دارن جابجا میکنن. صحبت از من نبود، گفته بود ما رو دارن جابجا میکنن. که مادرم پرسیده بود چرا، کیا، گفته بود نمیدونم، اطلاعاتی بهشون نمیدن. بله، ولی خیلی ها رو دارن جابجا میکنن و مطمئن باش به زودی ملاقات دوباره حضوری خواهیم داشت، میاییم همدیگر رو میبینیم. بعد که مادرم بیتابی میکنه چرا و چه کی و چجوریه، در اومده بود برای که مادرم رو آروم کنه چون خیلی بیتابی میکرده و مادرم فشار خون شدید داشت، بهش میگه که توی ملاقات بعدی این وسایل رو برام بیاری. که مادرم اینجا به امیدی که ملاقات بعدی هم وجود داره قدری آروم میشه، میاد بیرون و اون لحظه خداحافظی که کبرا رو در آغوش میگیره و بعد از هم جدا میشن، چون مدام میگفتن وقت ملاقات تمومه، کبرا رو از به اصطلاح اینا رو از هم جدا میکنن. موقعی که داشته میره کبرا برمیگرده و میگه مادر چرا خواهر برادرام نیومدن، که اینجا میدونم خیلی سخته برای شما که بخواید ولی اینا واقعا بخش از جنایات جمهوری میگه نمیدونستم و در واقع ما هم نمیدونستیم چون تو اونجا نبودیم. من زندگی جدایی داشتم، برادرم شهرستان بود، خواهرم جای دیگه بود و میگه که اونا خبر نداشتن، به الله حتما میامدن. دوباره میره به طرف خواهرم که اونو در آغوش بگیره، از هم جداشون میکنن. مادرم رو هل میدن، میخوره زمین، بلند میشه، میاد بیرون و این آخرین ملاقاتی بود که مادرم کبرا دیده. فردای اون روز کاغذ نمیاره، از طرف خودش بلند میشه میره دادگاه و میگه که میره به اصطلاح اونجایی که بازداشتگاه، چرا کبرا رو آورده بودین اینجا، چرا، چه اتفاقی افتاده. اونا هم بهش میگن که اینجا دیگه کبرا نیست، شما بخواید کبرا رو ببینی باید بری پزشک قانونی.
و مادرم تو اون بحران روحی و روانی متوجه نمیشه که اینا چی دارن بهش میگن. بعد میگه به این تصور که پزشک قانونی، چون این زندانیه باید بره قلوی پزشکی که پزشک این هاسته، و میگه کبرا که حالش خوب بود. اونا هم به خنده و تمسخر میگن آره حالش خوب بود، ما میخواستیم مطمئن بشیم که حالش خوبه، بهتره، بهتر بشه، بردیمش پزشک قانونی. پادرم میگه آدرس بدیم، براش مینویسن روی کاغذ میدن دستش، میگن اینجا پزشک قانونیه، برو دخترتو بدیم. مادرم نامه رو میگیره میاد بیرون و با قول یه تاکسی میگیره که به اونجا ببرتش. وقتی تاکسی نگاه به آدرس میکنه میگه مادر چرا اینجا میخوای بری؟ مادر توضیح میده که چرا و به چه دلیل. یارو متوجه میشه که مادرم نفهمیده که اینجا کجاست و خلاصه باهاش خیلی صحبت میکنه و نمیبرتش، میگه شما نمیتونی بری اونجا، بهتره نری. میاراتش برش میگردونه خونه که تو این فاصله با ما تماس گرفت، با خواهرای دیگه هم تماس گرفت و بالاخره خانواده جمع شدن. چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ هنوز ما گیج این مسائل بودیم که زنگ زدن به خونه و از پزشک قانونی که برای شناسایی جسد بیاد. برادرم رفته توی پزشک قانونی، این حالا گفته از من نقل قول میکنم از برادرم، میگو به قدری جسد روی زمین سردخونه بود، یعنی سردخونه پر شده بود، روی زمین بود و من تلاش میکردم که پامو توی یک جای خالی بگذارم، جای خالی پیدا نمیکردم و اونم مدام داد میزد که زود باشین آقا، زود باشین، بیان ما که وقت نداریم. به هر حال برادر من این صحنه رو دیده بود، یاد حرف پروگرام میافتید که میگفت من تنها نبودم. یعنی از زمانی که ما جسد رو شناسایی کردیم تا زمانی که اومده بودن خبر داده بودن 3 روز گذشته بود و تو این 3 روز خیلی ها رو اعدام کرده بودن. زندان اصفهان رو خالی کردن دهه 60 سال 61 زندان اصفهان رو. دقیقا. و به هر حال ما جسد پروگرام رو گرفتیم، به همون دادم و بشروط برای که عزاداری نگیریم، محل دفتر اونا تعیین کردن که کجا باید به خاک سپرده بشه و کسی هم حضور نداشت، نباید داشته باشه. محلی که کبرا رو به خاک سپردیم یکی از قبرستان‌های کهنه و قدیمی اصفهان پرت، به اصطلاح به این خاطر اونجا گفته بودن که در مرز ملای عام نباشه، مردم زیاد رفت آمد نداشته باشن. اونجا کبرا رو 9 گلوله تو سینه‌اش خالی کرده بودن، تیرباران کرده بودن به معنای واقعی، از زیر زانو شروع کرده بودن تا توی سینه‌اش 9 گلوله خالی کرده بودن و تیر خلاص رو زده بودن توی قلبش. طوری که بعد از اینکه ما کارا رو انجام دادیم و زمان به خاک سپاری کبرا بود، کسی که کبرا رو میشست زن جوانی بود، اومده بود بیرون و گریه میکرد، گفت نمیتونم بشورم، خونریزی به قدری شدیده که نمیتونم اجازه بدین که اینو توی پلاستیک بپیچیم و همینجوری به خاک بسپاریم، که ما هم قبول کردیم و به هر حال به این شکل کبرا رو به خاک سپردیم. و از اون زمانی که به خواهر خانواده من و مخصوصا مادر من گفتیم که کبرا رو اعدام کردن، یک طرف صورتش دوچار لرزه شده و تمام مدت این میلرزید و خب هم برای صحبت کردن اذیتش میکرد، گاهی قد عصبی میشد، مجبور میشد با دست نگه داره چون همیشه لرزش داشت. بله این شما خواهر کوچیک کبرا بودید؟ نه من خواهر بزرگتر بزرگ. من 6 سال از کبرا بزرگتر بودم. ملاقات کبرا هم میرفتم و هر کبرا همیشه سعی میکرد اطلاعات بده بیرون. یک بار که ما رفته بودیم ملاقات، با دست بهمون اشاره کرد که تلفن رو بر نداریم، چون اگه تلفن رو بر می‌داشتیم می‌فهمیدن که الان این میز یک نفر پشتش نشسته. ما هم تلفن رو بر نداشتیم، شروع کرد با ایما و اشاره، بعد توی دستش چیزی نوشته بود که چسبون به شیشه که من بخونم، ولی تو این فاصله گویا با تلویزیون مدار بسته دیده بودن. هجوم آوردن به داخل اون سالونی که سالن ملاقات بود، کبرا رو که از پشت گرفتن، اونجور موهاش رو از پشت گرفت یکی از این خواهران و کشید کبرا خورد زمین. بقیه زندانی ها هم همه رو با توم و هر چی که دستشون بود کتک زدن، همه رو جمع کردن فرستادن داخل، ملاقات رو ممنون کردن، همه رو فرستادن بیرون.
چقدر توی این سالها امیدوار بودید که کسایی که دست داشتن در این کشتارها محاکمه بشن و این شاید مرهمی باشه بر دردهای شما؟ اگر اجازه بدیم من اینو از صحبت از حرفای مادرم بگم. بله حتما. سالهای اول با فریاد میگفت که به زودی همه شماها رو دونه بدونتون رو میگیریم میندازیم زندان، چون زمانی که مادرم رفته بود سوال کنید چرا کبرا رو اعدام کردید، در اومده بودم بهش گفته بودم تو باید خیلی هم خوشحال باشی که ما یک وجود کثیف رو از روی زمین برداشتیم، باید از دست پای ما رو ببوسی و از ما تشکر کنی. مادرم هم از خودش بیخود میشه و برمیگرده میگه وجود کثیف شما هستید، شما این که دستتون به خون آبشته است، ما کاری نکردیم، بچه من جوان بود، مبارز بود، انقلابی بود، آزادی می‌خواست، شما هستین که جانی هستین. و از اون موقع ورد زبونش این بود کی میشه اون روزی که من ببینم دونه بدونه شماها رو توی دادگاه. چند سال گذشت، بعد سوال می‌کرد، گفت یعنی میشه اون روز بیاد که من ببینم اینا رو؟ چند سال بعد میگفت مشکوکم، شک دارم، فکر نمی کنم من به چشمم ببینم. سالهای آخر میگفت من مطمئنم که من میمیرم و دادگاهی اینا رو نمیدونم و همونم شد. مادر من و خیلی از مادرهای دادگاه رفتم بدونی که این دادگاهی رو ببینم. روزی که تاریخ، روزی که اعلام کردم حمید نوری دستگیر شده، من خیلی خوشحال شدم و مادر و خواهرم رو صدا کردم. یکی از اون جانیا به دام افتاد، اسیر شد، گرفتنش. روزی که تاریخ دادگاه رو اعلام کردم، من عکس خواهر و مادرم رو جلوم گذاشتم، گفتم مادر زمستان گذشت، گل داد یا سپید، شما نیستین ببینید ولی من تمام تنم چشمه، به جای تمام مادران و به جای شما، به جای تمام جان باختهات، چه اون زمان چه آنهایی که در دهه های بعد جونشون رو از دست دادم به دست این رژیم جنایتکار، چشمم میرم میبینم و دادگاهی حمید نوری رو میبینم. حمید نوری رو با دستبند به دادگاه آوردن و با دستبند از دادگاه خارج میکنن. روز اول من توی سالن جانبی دادگاه بودم با تلویزیون مدار بسته. روز اول فقط با خواندن کیفرخواست گذشته. حساب میکردم این لحظه ها، این ساعت ها که داره کیفرخواست خوانده میشه، چند تا از جوانای ما را حمید نوری ردیف کرد فرستاد میدونه جون یا میدونه دار زدن. الان باید پاسخ بده. طول میکشه ولی ما ایستادیم. خب من فکر میکنم که اون چیزی که من در چشمان شما دیدم همون انتظاری بود که شما خانواده های دادخواه داشتید و امروز این انتظار داره برآورده میشه. من در چشمان شما یک غم پنهانی دیدم و اون نکته ای بود که در مورد مادرتون گفتید، اما یادشون گرامی و این روز روزیه که یاد تمام جانباخته ها و خانواده هایی که ندیدن این روز رو باید گرامی بداریم، ولی این روزی از آن ماست و من در روحیه شما این استقامت و این مقاومت رو به خوبی میبینم و زنده باد میگم به شما که تمام این سالها امیدوارانه صبر کردید، تلاش کردید و اینجا ما در کنار هم بتونیم این روزها رو جشن بگیریم، روزهایی که مرهمی بر دل شما و کلا همه مردم ایران باشه. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید. اگر نقطه پایانی یا پیامی رو به خانواده های دادخواه یا رو به مردم ایران دارید میشنویم از شما. ممنونم. واقعا درست میگید. اون چه که منو این سالها نگه داشته که ادامه بدم فریاد کنیم همین بود که روزی این جانی ها رو ما پشت میله های زندان دست به دست در مقابل دادگاه در مقابل ادارت ببینیم که جواب میدوشه. انتظار من اینه که بچه های ما رو با هم به جوخه های اعدام فرستادن با هم باشیم،
ما اینجا صدای شما هستیم که در ایران هستیم، نمیتونیم ببینیم. من به جای شما نگاه میکنم و میگم حمید نوری با دستبند به دادگاه آمد و آخر به زندان خواهد رفت. امیدوارم تا آخر عمرش توی زندان بمونه، نه به این خاطر که من تشنه به خونش هستم، نه، به این خاطر که این جانیان باز هم جنایت میکنن. نگاه کنین، از اول به قدرت رسیدن، از سینما رکس بگم، از کردستان بگم، از ترکمن صحرا بگم، از دهه 60 بگم، 70 بگم، از کدوم دهه، هنوزم دارن میکشن. ولی ما با هم هستیم، خانواده هایی که در ایران هستیم، خانواده هایی که نتونستیم بیاید، ما به جای شما هستیم. انرژی شما، انرژی بچه هایی که دیگه نیستن در ما هست، اینجا هستیم، فریاد میکشیم تا آخرین قطره خونی که در تن من هست، تا آخرین نفسی که میتوانم بکشم فریاد میزنم. ما داد خواهیم و جانیان باید به مجازات برسن و امیدوارم این شروعش بود. رو شروعش بود، امروز پایان سه روز در دادگاه همین حمید نوری باید جواب میداد. اسامی خونده میشد، تک به تک اسامی ها رو خوندن، شاهدان اون که اسامی هیئت مرگ توی پرونده هست دیگه. و یه نکته من اشاره کنم که حمید نوری چی میتونه بگه دیگه؟ اینکه من نبودم، من نیستم اشتباه میکنه، دیگه گذشته. دارن شهادت میدن، دیدنه. توی راهرو مرگ ایستاده بودی، بچه‌ها رو به اعدام میفرستادی، شیرینی پخش میکردی. امروز ما شیرینی پخش میکنیم، امروز ما این تو شیرینی پخش میکنیم. حمید نوری دو حرف بیشتر نمیتونه، یا سر از خود کرده این جنایت ها رو، سر از خود انجام داده که جرمش سنگین تر میشه، یا اینکه بگه هیئت مرگ گفته، اونا گفتن، اونا هم پاشون گیره. بنابراین پیام من به خانواده ها، به تمام کسانی که دلشون برای دادخواهی میدمه، ما با هم هستیم. و پیامم به تمام جانیان، نوبتتون خواهد رسید، دیر یا زود گیرتون میدازید، دنیا براتون تنگ خواهد شد. مجبورین جواب روی ظلم و ستمی که به جوانان ما روا کردید، به خانواده های ما و مخصوصا مادران و پدران جواب رو کنید. دقیقاً به امید اون روز. نکته‌ای که شما گفتید، ما جهان رو برای این جانیان تنگ می‌کنیم، زمین رو زیر پای تک تک سران نظام جمهوری اسلامی، تک تک آمرین و عاملین این جنایت‌های 42 سال گذشته داغ خواهیم کرد. اینجا شهر استکهلم. در کنار شما بودیم، خیلی ممنون رویا قیاسی از خانواده‌های دادخواه. ما در کنار هم هستیم، همبسته و متحدانه تا سرنگونی جمهوری اسلامی. ممنون از شما بینندگان تلویزیون کانال جدید.